سلام شاگردای عزیز، امید که همه شما عزیزا صحت و سلامت باشین، درس روز گذشته را خوانده باشین، کار خانگی مربوطه را من به شما سپرده بودم حل کرده باشین و به درس جدید آماده باشین. در درس جدید معمولا عزیزا همیشه برای شما گفتیم که قلم، کتابچه، کتاب و بکس هندسی را با خود داشته باشین تا بعضی نکات مهم درس شما چی کنین؟ یادداشت بکنین. درس روز گذشته هم اگه شما به یاد دارین که ما شما چارزولیا را خوانده بودیم. ما شما چارزولیا را تعریف کردیم، گفتیم که سطحی که توسط چهار قطعه خط محدود شده باشه او چارزولی نامیده میشه. انواعش ما شما مطالعه کردیم، گفتیم که چارزولیا با اشکال مربع، مستطیل، لوزی، زوزنقه، متوازی الاضلاع بوده میتونن که هر یک از اونها را ما شما در درس روز گذشته مورد مطالعه قرار دادیم. درس امروز یک خدمت شما پیشکش میکنم عزیزا، موضوعش زوایای مقابل متوازی الاضلاع است که صفحات 169 و 170 کتاب درسی شماست. اهدافی که در این درس ما شما داریم، یک، خاصیت های اضلاع و زوایای یک متوازی الاضلاع را شما باید بفهمید. دوم، از خواصی که شما یاد میگیرین، از خواصی که شما یاد میگیرین که خواص اضلاع و زوایای شد شما در مسائل هندسی از او چه کده بتانین؟ استفاده کده بتانین. به خاطر از این موضوع ما شما یک سوال ورودی را از کتاب شما یا یک سوال انگیزشی را بر شما مطرح میکنم، شما ببینین نظریات تا با ما چی کنین؟ با ما شریک بسازین. ببینین عنوان در اینجا هم نوشته کده بر شما که زوایای مقابل متوازی الاضلاع. آیا زوایای مقابل متوازی الاضلاع با هم مساوی هستند؟ خب از خوب دقت کنین، ببینین من بر شما نشان میدم. شما قبلا دیدین که اینی اشکال شما، اینی اشکالی که شما میبینین، این اشکال همه متوازی الاضلاع است. مثلا اینی شکل به طرف چپ، این شکل به می ترتیب پایین میاییم، این ای شکل، این ای، تمام از اینا چی هستن؟ چارزولی هاییست که متوازی الاضلاع نامیده میشن. از شما سوال کرده که آیا زوایای مقابل از یا با هم مساوی است؟ مثلا در این شکل شما ببینین، در اینی شکل که خوب برجسته معلوم میشه، اینی زاویه با اینی زاویه مقابلش گفته با این مساوی است، یا اینی زاویهش با به طرف بالا زاویه مقابلش اینی زاویه گفته مساوی است. عزیزا بر شما من گفته بودم که یک مرتبه شما مرور کنید، حتما مرور کردین، شما میفهمین چند درجه خواهد باشه. این زوایای مقابل متوازی الاضلاع همیشه با هم چی هستن؟ با هم مساوی هستن. اگر یک زاویش 80 درجه باشه، زاویه مقابل شما حتما چند درجه می باشه؟ 80 درجه می باشه. پس حالا به خاطر دقت کنه موضوع که ما بفهمیم واقعا همین دو زوایای مقابل از با هم مساوی است، یک فعالیت ما شما انجام میدیم. با این فعالیت ما شما ثبوت میکنم که در یک متوازی الاضلاع زوایای مقابلش بر همیشه چی می باشن؟ مساوی می باشن. ببینید عزیزا در این شکل فعالیت ما برای شما می خوانم. متوازی الاضلاع A B C D داده شده، یعنی اینی متوازی الاضلاع A B C و D. ما شما در درس قبلی هم گفته بودیم که متوازی الاضلاع با چارزولی گفته میشه که اضلاعش دو به دو با هم مساوی و موازی باشه، یعنی A C موازی با B D و مساوی، و همچنان A B مساوی و موازی با چی؟ C D. در این جوابایی که در کتاب شما داده، این جوابا رو ما شما چی میکنیم؟ سوالایی که برای شما داده اینا را هم اگه برای شما چی میکنم، من جواباش ارائه میکنم در این چارت. یعنی در اینجا برای شما 1 2 3 4 5 6 سوال طرح کرده، شما گفته به این سوالا جواب بدید. در این فعالیت اگر شما دستم فوزوری می بودین، خود شما این فعالیت امروز هم سمفیتان انجام میدادین، چون در خانه تشریف دارین من این فعالیت با شما کار میکنم. ببینین اولش، یعنی سوال اول، چون A B موازی با C است، A B موازی با C است، پس A جمع C مساوی به چند درجه میشن؟ زاویه A جمع زاویه C مساوی به چند درجه میشن؟ شما عزیزا در درس قبلی ما شما خوانده بودیم که زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع مجموعش چند درجه میشد؟ 180 درجه. حتما به یاد دارین، ولی اینجا نوشته میکنم که مساوی میشه به 180 درجه. باز تکرار میکنم، ببینین A جمع C وقتی که این دو خط با هم موازی باشن، پس بنا دیجا گفته شرطه که AB موازی با CD است، پس زاویه A جمع C مساوی به چند میشن؟ 180 درجه. از دو بینید سوال دومش، چون AC موازی با BD است، AC موازی با BD است، پس گفته C جمع D چند درجه میشن؟ خب C جمع D باز هم زاویه یک طرف خط، زاویه متممه یک طرف خط قاطع است
که مجموعش مساوی 180 درجه میشه. این نوشته کردم سی جمدی مساوی 180 درجه. سوال سوم، از رابطه بالا داریم. ببینید طرف راست مساوات شما با هم مساوی است، یعنی 180 درجه یا 180 درجه. پس وقتی یک طرف راست مساوات با هم مساوی باشه، طرف چپ خود به خود مساوی می باشه. این چندین مرتبه با شما گفتیم. مثلا اگر پروین دارای 10 جلد کتاب باشه، خدیجه هم 10 جلد کتاب داشته باشه، پس پروین و خدیجه مقدار کتابشون با هم مساوی است. بنان در اینجا چون طرف راست مساوات ما شما 180 درجه است، با طرف چپ با هم مساوی باشه. یعنی باید A جمع C مساوی باشه و C جمع چند؟ C جمع D. بسیار خوب. یعنی سکن A جمع C مساوی به C جمع D باشه، چون 180 درجه با 180 درجه مساوی است. این سوال هم جواب دادیم. سوال چهارمش راجع به این که از هر دو طرف زاویه C را تفریق کنیم، چرا رابطه به دست می آید؟ عزیزا ببینید، ما شما در مساوات در دو طرف مساوات میتونیم اگر در جمع کنیم، میتونیم تفریق کنیم، میتونیم ضرب کنیم، میتونیم تقسیم کنیم. در رابطه ما در مساوات ما کدام تغییر نمی آید. از این سوال تو گفته که از هر دو طرف اگر زاویه سی را حذف کنین، یعنی تفریق کنین، چه چیزی به میان می آید؟ ببینید زاویه سی را از هر دو طرف که وقتی که حذف کنم، اینجا چی به وجود می آید؟ یعنی در این خانه خالی چی باید نوشته کنم؟ میماند زاویه A مساوی میشه به زاویه چند؟ مساوی میشه به زاویه D. در اینمی جاست که سوال ما شما از ثبوت میشه. ببینید زاویه A مساوی به زاویه D. ما شما گفتیم که زوایای مقابل متوازی اجزا با هم مساوی است. نظر به این شروطی که ما شما انجام دادیم و حل کردیم، پس A مساوی به D است، یعنی زاویه A مقابل زاویه D است و همیشه با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن و ما شما اینو ثبوت کردیم. سوال دیگه راجع به زوایای A و D چه میتوان گفت؟ یعنی زاویه A و D چه میتوان گفت؟ یعنی به این معنی است که زاویه A و D با هم مساوی است، زیرا زوایایی هستند که زوایای مقابل یک متوازی اجزا را تشکیل میدن و می خاطر این دو زاویه با هم مساوی است. آخرین سوال را به شما محول میکنم عزیزا. به همین ترتیب نشان دید که B مساوی به C می باشد. ببینید این دو زاویه مساوی را من ثبوت کردم که با هم مساوی است. این دو زاویه مقابل که عبارت از C و B را شما ثبوت کنین که یا چطور میتونیم شما ایره با مساوی ثابت کنیم. این بود فعالیت کتاب شما که ما با شما کار کردم عزیزا. فعالیت بعدی را در نظر میگیریم. در فعالیت بعدی گفته که متوازی الاضلاع A B C را در نظر میگیریم. یعنی این هم متوازی الاضلاع بود و این فعالیت شما نظر به چهار ضلعی متوازی الاضلاع است. خب وقتی که A B C D یک متوازی الاضلاع است، گفته A جمع B جمع C جمع D، یعنی زوایایش، زوایای داخلیش، زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C جمع زاویه D مساوی به چند میشه؟ اینجا خانه خود برای ما شما دادن. ما شما خوانده بودیم که مجموع زوایای داخلی یک چهارضلعی مساوی به چند درجه بود؟ مساوی به 360 درجه. آفرین عزیزا، به یادتان است. نوشته میکنم که مساوی میشه به 360 درجه. سوال دومش، با توجه به تساوی زوایای مقابل متوازی اجزا داریم، یعنی در اینجا ما شما ثبوت کردیم که زوایای مقابل متوازی اجزا با هم مساوی است. حال گفته از همین خواص شما استفاده کنین، در اینجا بگوین که زاویه A مساوی به چند میشه؟ زاویه A مساوی میشه به چند؟ مساوی به زاویه D. اینجا نوشته میکنم مساوی میشه به زاویه D. قرار از این که زوایای مقابل یک متوازی اجزا با هم مساوی است، قبلا برای شما ثبوت کردم A مساوی به D. خب بی مساوی به سیز، خود کتاب شما گفته، یعنی بی مساوی به زاویه سیز، یعنی ایام زوایای مقابل متوازی الاضلاع است. اکنون در رابطه یک، اینی رابطه، رابطه یک است، به عوض A و B مقدارهای C و D را میگذاریم. یعنی ببینید عزیزا، خوب دقت کنین، A جمع B جمع C جمع D هر چهار زاویه است که مجموعشان مساوی به 360 درجه شود و A مساوی به D است. سعی کنین A مساوی به D، به عوض اینی A ما چی را میگذارم؟ عبارت از دیره مگذارم. اینجا برای شما تکرار نوشتیش کردیم که شما خوب دقیق بفهمید. به عوض A سکنه زاویه دیره نوشته کردم، جمع B یعنی B مساوی به C، به عوض B زاویه C را نوشته کردم قیمتش. این دو تا خودش به حال خودش، یعنی زاویه سم جمع D ایام زاویه C جمع زاویه دو به حالت خود مگذاریم، ایام مساوی میشه با چند؟ 360 درجه. حالا ببینید یک D جمع دو D، D دیگه مساوی میشه به دو D،
یک زاویه سی جمع زاویه سی دیگه این میشه مساوی میشه با دو سی. یعنی دو تا زاویه سی داریم که جمعش کنیم دو سی میشه، دو تا زاویه دی داریم که جمعش کنیم مساوی به دو دی میشه و این مساوی به 360 درجه میشه. حالا چی باید کنیم؟ وقتی که ما سی جمع دی را پیدا کنیم، یعنی سی جمع دی که ما شما گفتیم که سی جمع دی را وقتی قیمتش دریافت کنیم، در اینجا چی میکنیم؟ اطراف اینمی رابطه را، یعنی سعی کنین اطراف اینمی مساوات، یعنی طرف راست و چپش تقسیم چند میکنم؟ تقسیم دو میکنم. وقتی که تقسیم دو کردم، ببینین اینجا تقسیم دو که شوه، یعنی نوشته میکنم دو سی تقسیم دو جمع دو دی تقسیم دو مساوی میشه با 360 درجه تقسیم دو. ببینین دو با دو اختصار میشن، اینجا که اختصار کنیم یک دو دو، یک دو دو، هشت دو شانزده و صفر. پس آن میشه سی جمع دی مساوی با چند؟ 180 درجه. اینجا نوشته میکنم که زاویه سی جمع زاویه دی مساوی با چند؟ 180 درجه. خب وقتی که زوایای ما شما گفتیم در عنوان ما که زوایای مقابل متوازی لازم است، وقتی که زوایای مقابل متوازی لازم را ثابت کردیم مساوی با 180 درجه است، پس در این صورت اگر این زاویه را با زاویه دی جمع کنیم مجموعش مساوی با چند درجه میشن؟ مساوی میشه با 180 درجه. قطع خط های ای بی و سی دی چه رابطه با هم دارن؟ ببینین قطع خط های ای بی و سی دی به خاطر از اینکه زاویه سی جمع دی مساوی 180 درجه شد، یعنی این دو زاویه، یعنی زوایای متممه قاطع به یک طرف خط قاطع، یعنی چه که درس قبلی ما شما خوانده بودیم که زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع مساوی 180 درجه است. زمان این متممه 180 درجه میشه مجموعشان که دو ضلع موازی توسط یک قاطع قطع شود، یا دو خط موازی توسط یک قاطع رفع قطع شوند. ببخشید تکرار میکنم، این در صورت مجموع زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع مساوی 180 درجه میشه که دو خط موازی که توسط یک قاطع قطع شده باشه. بنان در اینجا میگیم که قطع خطای ای بی و سی دی چرا رابطه با هم دارن؟ نوشته میکنیم که ای بی قطع خطش موازی با چی هستن؟ موازی با سی دی است. با طور مشابه چه رابطه بین ای سی و بی دی وجود دارد؟ بین ای سی و بی دی ای هم با هم موازی هستن. نوشته میکنیم که ای سی موازی است با بی دی. از این نتیجه میگیریم که اگر ما شما زوایای متوازی الاضلاع را مطالعه کنیم، برای همیشه زوایای مقابلش با هم چی میباشن؟ با هم مساوی میباشن. وقتی که اینا مساوی باشن، با تحت فعالیتی که ما شما در فعالیت و این فعالیت و فعالیت انجام دادیم، تمام مسائل بر شما مده چی کردم؟ تشریح کردم. نتیجه شمیست که در یک متوازی الاضلاع زوایای مقابلش بر همیشه با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن. و به خاطر اینکه موضوع را بهتر شما درک کنین، کار خانگی را من برای شما پیشکش میکنم، شما این کار خانگی را ببینین. کار خانگی شما صفحه 170 کتاب درسی است که تا دو سوال برای شما دادیم. این دو سوال شما چی کنین؟ حل کنین. این دو سوال وقتی که شما حل کنین و مطلب عمیق پی میبرین و موضوع را شما خوب درک میکنین. این بود درس امروز ما عزیزا. درس بعدی البته که برای شما پیشکش میکنم، او درس ما است زوایای خارجی یک چهارضلی یا زوایای خارجی چهارضلی ها. تا زمانی که او درس ما برای شما درس بعدی خدمت شما ارائه میکنم، تا او زمان شما را به خداوند پاک مسپارم. از توجهتان تشکر.